روزنامه شرق گزارش داده که رشد 50 درصدی اجاره مسکن در ماه‌های گذشته رکورد 32 ساله‌ای در اجاره مناطق شهری ایران را شکسته این گزارش نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم باعث رشد حاشیه نشینی در شهرها شده بر اساس این گزارش یک سوم جمعیت استان نفتخیز خوزستان حاشیه نشین شدند یک چهارم جمعیت استان البرز و یک پنجم ساکنان خراسان رضوی هم به هاشیاهای های شهر پناه بردند. کارشناسان گفتند که بی توجهی دولت به راهکار رفاه اجتماعی اقتصاد را ناکارآمد کرده و باعث رشد راندخاری و قیمت مسکن شده. اما بنابر اعلام بانک مسکن در فروردین 1402 رقم وام مسکن به 4 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اما با توجه به شیوه پرداخت این تسهیلات در بهترین حالت برای دریافت کل مبلغ وام 15 سال باید در انتظار بود با این مصوبه درخواست کننده پس از 5 سال می تواند فقط یک میلیارد و 600 میلیون تومان وام دریافت کند این در حالی است که در حال حاضر متوسط قیمت یک آپارتمان در تهران متری 60 میلیون تومان است و با این پول می توان یک آپارتمان حدود 25 متری خرید اردوان روزبه روزنامه‌نگار اینجا در استودیو با ماست اردوان جزئیات این گزارش خیلی نگران کننده است می‌تونیم بیشتر توضیح بدی در مورد ترکیب این دو نکته به نظر من تنز تلخی است که امروز مردم ایران در بحرانی به اسم مسکن باش در واقع هر شب کابوسش رو میدن از یک طرف ما شاهد افسایش و رشد غیرقابل قابل باور هزینه‌های اسکان در ایران مواجه هستیم به دلیل اینکه در بحث اسکان ما فقط مسئله داشتن خانه دیگه مطرح نیست این درست مثل قضیه داشتن یک اتومبیل معمولی در ایران که میتونه یک رویا باشه برای یک شهروند عادی الان مسئله فقط مسئله خریدن خونه نیست مسئله سری اینکه شما اگر جایی برای سرپناه هم بخواید داشته باشید با شرایط موجود نمیتونین حل کنید به دلیل اینکه فقط همونجور که شما در گزارش اشاره کردیم محمد 50 درصد در فقط ماه گذشته افزایش قیمت اجاره باها داشتیم و نکته مهمتر این که ما فقط رو بدونیم که از سال 1396 تا 1401 رشد قیمت مسکن بالای 850 درصد بوده و این عدد از 1400 تا 1402 خودش به تنهایی بازی عدد بسیار بزرگی که هنوز آمارهای رسمی که در داخل خود ایران هم داره منتشر میشه این عدد به طور دقیق اعلام نکرده ولی عدد نزدیک به حدود یه چیز حدود 150 تا 200 درصده به طور غیر رسمی و این اعداد معناش این است که کارمند یا کارگری که به حدود 6 میلیون تومان در ماه زندگی میکرده و این 6 میلیون مثلا میگم در سال 1996 بوده حدود 4 میلیون و الان شده 6 میلیون در عمل با یک رشد 1000 درصدی قیمت رو بروست اما اجازه بده به مسئله وام بپردازم و اینا اشاره بکنم شرایط موجود پدیده‌های تازه رو میجاد کرده علاوه بر حاشیه ما خبر داریم و خبرها رو شنیدیم در اتوبوس خوابی در بود با پشت با مجاره کردن ها در ارتباط با چادر که بسیاری از افراد از طبقات متوسط اجتماع بودن که در این شکاف موجود اقتصادی هر روز به نیستی دارن نزدیکتر میشن اما این از این باب به نظر من میاد مسئله وامی که 22 فروردین ما مطرح کرده مسکن و شهرسازی یک شوخی بسیار تلخ با مردم هستش به دلیل اینکه من فکر می کنم برای اینکه سرپوشی بر این شکاف عظیم توانای مردم و قدرت خرید و امکان خرید بذارن با طرح موضوع چهار میلیارد تومن عدد پردهم پرکن چهار میلیارد وام مسکن به جوانان سعی کردن به نوع این فشار اجتماعی و فشار روانی موجود رو کاهش بدن اما اگر در جزئیات خود وام وارد بشید به وسایل خیلی پیچیده و حتی بر برمیخورید اگر شما تمام این مبلغی که لازم بذارید که بر اساس عددهایی که من نگاه کردم با روند اینکه تقریبا شما ما 5 میلیون تومان باید به حسابتون اضافه کنید دقیقا پول حقوق کارگر یعنی شما پول یه کارگر رو بدون اینکه بخوره زندگی بکنه هر کار بکنه بره پول بذاره بانک و اول یه 800 هزار تومان باید بذارن که حالا به نظر اینم از این کلاکاست که شما میگه 800 هزار تومان میدید ولی شما در عمل اگر بخواد اون 4 میلیارد رو اضافه استفاده کنین نزدیک به حدود 4 میلیون و 700 خورده ای که قطعا با جزئیاتش میشه حدود 5 میلیون تومان در ماه باید بدون هیچ تا 15 سال به حساب تو واریز کنید و در صورت هر نوع وقفه ای یا هر مشکلی عملا شما با سود سپرده گذاری کوتاه مدت برمیگردونه و اجازه استفاده نمیده بهتون از جزئیات وام اومده که باید 15 سال صبر بکنن اگر در صورتی که شما دو تا آپشن داره یه بحث اینه که اگر در 5 سال اول شما اون روتین یعنی اون روند پرداخت ماهیانه 5 میلیون تومن رو ادامه بدید که این خودش جای اپامه کسی که ما 5 میلیون تومان میتونه پول پس انداز بکنه به نظر نمیاد اصلا نیازی داشته باشه به همچین وامی اگر شما این کار رو انجام بدین 5 سال به طور مداوم این رقمو به حسابتون برزید در نهایت حدود یک میلیون 61 میلیارد و 600 میلیون تومان میتونید وام بگیرید متوسط 60 میلیون تومان در حال حاضر در تهران این عدد رو باید توجه بکنید این به این معناست که روزی که 15 سال بعد شما میرید وامتون رو میگیرید قیمت مسکن به اندازه خواهد شد شما با این پول حتی ده متر هم قاعدتا با روند رشد قیمت نه خواهید خرید ممنونم از تو اردوان روز